الحمدلله و کفا. نگرانی های امنیتی خطبه های روز جمعه رهبر حزب اسلامی را به حالت تعلیق درآورد. رهبر این حزب میگوید نماز جمعه را نیز طرف تهدیدهای امنیتی متوقف کرده است. گلبدین حکمتیار اما از اعضای حزبش خواسته تا نمازهای روز جمعه را در مسجدهای نزدیک خانه های خود ادا کنند. دسو خاص و دلائل و لکبل دی جمیل منزون و لڑی معاقتا معتلکو دا دی ورونو غشتنم دا و دی دیرو مشوره هم لهر لوری لداخل هم لبهر هم ظروف شرایط دسی گنی او چی گواکی غشتنه هم داده چی دلالی سمودی لپر متوقف کن. او همچنان از نقض توافقنامه صلح میان نظام جمهوریت و حزب اسلامی از سوی حکومت پیشین میگوید مقامهای حکومت گذشته پولهای هنگفت را غارت و به بیرون از افغانستان انتقال دادند. آقای حکمتیار این را هم میگوید رئیسان جمهور پیشین افغانستان نماینده منتخب مردم نه بل مأموران سفارت امریکا در افغانستان بودند. رئیس جمهور اصلی و عملی و واقعی کشور ما در جریان اشغال یا سفیر ایالات متحده امریکا بود یا قماندان قوای ناتو در افغانستان. همه فیصله ها از اونجا صادر میشه. و رئیس جمهور یک مامور بی صلاحیت در ارب بود که همه چیز را به او منصوب کنه و به پای او بنویسن. مبالغ را که اینا به خارج انتقال داده ده ها برابر 110 میلیون دلار است. گفته نیست که دو ماه و اندی پیش چند فرد انتحاری میخواستند به مسجد در منطقه دارلمان شهر کابل خود را برسانند و حمله موتربمب انجام بدهند که هر جمعه آقای حکمتیار در آن امامت نماز جمعه را انجام میدهد، اما پیش از رسیدن به هدف از پا درآورده شدند.